بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مخ مو بخیر. زه سراج الدین پټان او تاسو ته ژور لیدنه خبره فنه کوری. طالبانو کانګرس ته خپل لیک کې حقایق ناسم منظور کړی دي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې طالبانو د بشري او اقتصادي ناورین په تړاو د حقایقو نه سترګې پټې کړي دي او په افغانستان کې شته واقعیتونه ناسم منظور کړي دي. څو مده وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له آدرسه د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته یو سرخلاص لیک واستول شو چې پکې د افغانستان شته وضعیت ته په کتو سره ویل شوي ول چې که چېرته د افغانستان نږدې لس میلیارده ډالر شتمني آزاده نشي نو په افغانستان کې به یو لوی بشري او اقتصادي ناورین رامنځته شي. د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس څخه مرسته غوښتل شوې وه ترڅو په خپل حکومت باندې فشار راوړي او یا د پیسې دوی ته په اختیار کې ورکړل شي. اوس امریکا متحده ایالات وایي چې موږ له طالبانو سره واضح ډیپلوماسي کاروو او طالبانو ته مو واضح کړې وه چې که چېرته د زور له لارې دوی حکومت سقوط کړي نو خپلې بشري مرستې به پر افغانستان ودروي. امریکا ګواښ کوي چې طالبان دی یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي د لګکیو انجونو او ښځو حقوق دی ورکړي. په ټوله کې زموږ نننی باس همدې موضوع ته ځانګړی شوی او په باس کې راسره میلمانه دي هر یو ښاغلی انجینیر ولی محمد اکسیر د سیاسي چارو څېړونکی او ښاغلی ګلاب خان باس د سیاسي چارو څېړونکی. قدرمنو میلمنو ښه راغلاست، سړی مش اکسیر صاحب، اگر بس از شما آغاز کنیم. خب کانگرس نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان میگه که خطی که چند روز پیش به کانگرس امریکا فرستاده شده حقایق افغانستان درست انعکاس داده نشده. خب شما واقعا وضعیت در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ واقعا وضعیت افغانستان بستگی داره به مو پولایی که منجمد شده از طرف ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی یا ای که این مشکلات پیش از این موجود داشت و اگر این پولها آزادام شوه درد مردم افغانستان دوا کرده نمیتونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و مهمان عزیز و بینندگان محترم. خدمت شما عرض شد که درست است یک بخشی از مشکل افغانستان پولهای منجمد که باز شود حل میکنه، ولی به صورت کلی نه. مشکلاتی که دامنگیر ملت افغانستان و دولت افغانستان است این به این گپا و سخنها نمیشه تا زمانی که امارت اسلامی تصمیم قاطع نگیره، یک برنامه قوی را در برابر جامعه جهانی نداشته باشد و یک به این نامه ها روان کردن فکر میکنم فقط روز گذرانی خود بود. بهتر همیست که جامعه جهانی را قناعتش تا حد فراهم شود. به این یک توضیح ما هیچ نمیتونیم که حکومتی را به پیش ببریم. الحمدلله از آمدن امارت اسلامی مردم بسیار خوشنودی داشتند، اما امروز کم کم میبینیم که وضع مردم خراب شده میره. امارت اسلامی متوجه اعضای پایین رتبه خود، پایین دست خود نیست. در حوزه ها بسیار کشوگی موجود است، ملت بسیار آزار میتن، به سبب آزار و اذیت مردم شده رایستن. در پهلوی ازی که ما مسئله پول منجمد شده را تقاضا میکنیم، به این تقاضا ها و به این نامه نوشتن ها نمیشه. ما قبلا هم گفتم که امارت اسلامی افغانستان تصمیم قاطع خود را بگیره به ملت رجوع کنه. ملت باید هماهنگی کامل راهپیمایی های وسیع را برابی اندازه. اینجاست که جامعه جهانی متوجه میشه که ملت طرفدار به این حکومت است. ما چی پافشاری کنیم که فلان باشه فلان نباشه، این کارهای داخلی خود ماست. اما یک اندازه که انعطاف پذیری هم نشان نتن به یک کتازی خوب بسیار مشکل است که با حکومت کنیم. در طول تاریخ میبینیم توقعات و خواسته های جامعه جهانی یا بخصوص ایالات متحده امریکا چقدر فکر میکنین از طرف حکومت موجود مد نظر گرفته شده؟
خب تا حدی که توانشان هست در نظر گرفتن، حتی مثلا چه در توانشان نیست؟ مثلا خود در توانشان همین مسئله خانم ها را اونا پافشاری دارن. البته حکومت اسلامی هم یک برنامه برای خود داره از لحاظ شریعت، یک روی را بسنجه، این برنامه این پلان بکار داره. به این خود نمیشه که بله فردا زنها آزاد است، ولی به این رقم آزادی نمیشه. مثل که دموکراسی بدنام کرزه یا آقای غنی که بدنامترین دموکراسی در تاریخ افغانستان چی در تاریخ جهان است، اونطور یک دموکراسی را اگر امریکا میخواه اشتباهی بزرگی میکنه. بعد مسائل داخلی هر ملت یا هر ملیت دست زدن کار درست نیست. بگذارم علمای ما هم در این راستا هیچ نگفتن که ما نمیتیم حقوق زنها را، میتیم حقوق شهروندها را ادا میکنیم، ولی روی یک چوکاتی که امون منظم شود. خب اونه تقریبا 3 ماه میشه که دخترها از مکاتب محروم است، خانوما از کار و وظایف محروم است و همچنان امون حقوق حقیشان که اسلام هم انکار نمیکنه او برشان داده نشده، به نام از این که گویا ما یک پلان یا برنامه برش ترتیب میکنیم، باز در داخل از او چوکات و پلان و پروگرام اینا میتونن که به درس و تعلیم و کار خود ادامه بده. خب بالاخره چی وقت؟ با توجه به وضعیت افغانستان، با توجه به ضرورت به علم و دانش، چقدر فکر میکنین عادلانه باشه که با گذشت 3 ماه هنوز هم دخترها نمیتونه به مکاتب بره؟ در طول 3 ماه هم کارهای را انجام دادن، مثلا در هرات، مزار شریف، قندوز، در بعضی ولایت‌ها خو آزاد ساختن تعلیم و تحصیل، حتی در کابل هم یک مقدار اعلان کردن، یعنی تلاش های خود را دارن. خب به مکاتب رفتن چه مشکل داشت که دخترها نمیتونه به مکتب بره؟ خب با وجود از اینکه مکاتب جداگانه بود، تایما جدا بود، دخترها و پسرها جدا بودن از هم، با هم درس نمیخواندن. حالا به نظر شما، من ایسی یک بزرگ قوم، من ایسی یک کسی که ریشتان سفید کردین در بخش سیاست و مردمداری و ایگه پا، چقدر منطقی به نظر میرسه که در قرن 21 دخترها نتونه به مکاتب بره؟ خب همون یک مثل داریم که علاج مملکت خیش خسروان دانن. شاید نزد امارت اسلامی هم برنامه های وجود داشته باشه، مشکلاتی وجود داشته باشه، به خاطر از اینکه 20 سال جنگ و ویرانی، 20 سال بربادی و به اصطلاح شکست تاریخ، دفعتاً نمیتونن که یک بار همه کار انجام بدن. اول این مکاتب را که فعال میسازن، اما معلمین معاش به کار دارن ندارن. این معاش از کجا میشه؟ پول ها اونجا منجمد شد. جامعه جهانی هر روز پافشاری که زن نامد، مرد نامد، که این بهانه گیری ها را اوسو بگذارن یک طرف. و مسئله داخلی خود ما که امارت اسلامی چرا سهلنگاری میکنه، این کاری رو نمیدانم که علت چیست، چرا زود برنامه ها روی کار نمیفته و ملت هم منتظر هستن. و خود یک مسئله اقتصادیشان خود درست است که پول ها منجمد است، همین اقتصادی گرسنگی بیچارگی را همین ملت بارها کشیده، باز هم میکشند. اما در صورتی که عمرای بزرگ ما متوجه از این شدن که آینده خیر چی میشه، این باید متوجه باشن. من گفتم که ملت را اگر اینا از خود بسازن و ملت رجوع کنن، حوزه های خود را کنترل کنن که ملت آزار نتن. 4 تا شرکت و تجاری که مونده ایران بخاطر 5000 افغانی قرضداری توپک ورداشته پشتش میدونن دفترهاش بسته که کشش کن جلوهای مستردی، در حالی که یک جلب که فرستاده شد یک هفته دوام میکنن، در هر 2 روز یک جلب روان میکنن از طرف حوزه ها، کنترول وجود نداره. اینا اینمی مسائل عمرای بزرگ ما متوجه شود. همین ملت ما به پا میخیزیم، ما به جامعه جهانی، به راهپیمایی های بزرگ به اصطلاح اقدام میکنیم که تا جامعه جهانی متوجه شود که ما طرفدار دولت خود هستیم، ما امارت اسلامی را میپذیریم و پولهای منجمیدی ما را باز کن و به این بندیزها و قیوداتی را که ناحق بالای ما به وضع میکنی از قیودات بگذر، ولی یک اندازه انعطاف پذیری ما هم باید داشته باشیم. این تعذیرات ناحق است؟ تو اندازه بله،
ما ببینیم که علمی تشکل علمی ساختاری که فعلا سر ما آمده یا همین بحرانی که بالای ما آمده از دست کیست؟ از دست امریکاست. من قبلا هم گفته بودم خدمتتان که دو شیطان بزرگ که ابرقدرت، یک روس و یک امریکا، این دو ابرقدرت هیچ وقت آرامی ممالک را نمیخواهد. اما امریکا توسط همین پاکستان چی کارهایی است در حق ما انجام نمیده؟ ما را کی آرام میماند؟ همین چهار عالم عالم ما را کی میمانند آرام که بیان در پایتخت بشینن و کاری را انجام بدن؟ اما نماینده خاص ایالات متحده امریکا بر افغانستان آقای توماس دوست میگه که ما دیپلماسی واضح را میخواهیم در قبال افغانستان داشته باشیم و همچنان ما با طالبا خاطر نشان ساخته بودیم که اگر از رای جنگ، از رای زور حکومت سقوط میتین و به قدرت میرسین، ما کمک های بشردوستانه را نمیخواهیم با شما داشته باشیم. و همچنان میگن که تابال حکومت تان به رسمیت نشناختیم و از هیچ رای که بالاخره مشروعیت ملی را کسب کرده باشین و ما شما را به عنوان نماینده ملت افغانستان بشناسیم وجود نداره و این کارم نشده. نه لوی جرگی خواسته شد، نه انتخابات صورت گرفت، نه بیعت شده تا باله. پس چی گفته ما پول مردم افغانستان تسلیم شما کنیم؟ ببینین تمام فساد در پای خود امریکاست، دروغ میگن. یعنی نمایندهش هم که آمده یعنی کفی که پولیسی میزن از هیچ پولیسی در برابر ما کار نگرفته، جزی که ما را در یک مزیقه بحران اقتصادی دوچار ساخته و خودش سر میبینه. حالا شما ببینید امارت اسلامی افغانستان یا طلابای کرام که وقتی که آمدن، چرا که آقای غنی را در تیاره بار کرده امریکا بود؟ نبود؟ امریکا خودش مایل فساد شد. ببینید زمینه سازی های امریکا نباشه، کسی قدرت داشت که از میدان هوایی شور بخوره؟ کسی قدرت نداشت از داخل محل هم دورو برد دستی کی بود؟ دست خود امریکایی ها بود. این گپ ها یک گپ درامه ایست که میزنن. اگر طالبان مجبور شدن داخل شدن و الا طالبان به اساس همون برنامه و پلان خود در دروازه های کابل آمده بودن داخل نمیشدن، چرا زمینه را مساعد کرد که غنی بادار دستش فرار کنه با یک مقدار پول فرار کنه؟ این کارهایی است که امریکا خودش ساخته، خودکوزه و خودکوزگر شده، حال ما را در این اینکه یک منجنیر در مزیقه قرار میده. تشکر اکسیر سر بشما برخواد گشتیم. باسه تاسی دی امریکا دریز دی دیشته حکومت پا تلا و چنگ ارزوی او آیا اساسا پا دغه لیک که حقایق و بندستر که پتی شوی دی وضعیت دست نو لکه چنگ چه انزور شوی ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رانسیب تا تا میز که راسر قدر من میل ما تا او دی جواندون تدویزون محترم و لیدون کو کار کون کو تا سلامون آوی ترامات راند کون. زغوارم پتان سیب اول خو زغوارم دا باس دا دیموگو دی تاسی کمی پیسی سی بندی دی ندوگو چی بای شروع کن بیا براسن دی تاسی سوال جواب تا گوری هیتس بینون وار وار باندی میزو کیویلی دی هیتس بینون ملی کانون نستا سی پیغ باندی امریکا دی مک پیسی بندی کردی دی او نن په افغانستان باندې چې دا مشکلات راغلي دي په سلو کې 90% علت یې هغه د افغانستان سرمایه ده چې امریکایانو په ناروا په هغه بد اعمال چې دا شل کاله یې دلته په افغانستان کې سرته رسولي وو او مخ په وار وار باندې دلته ورباندې نیوکې کړې دي، نقد هم کړی ده. دغه هم د هغو یوه نتیجه ده چې 90% دلته چې کومې بدبختۍ اوس روانې دي دا ټولې علت یې د امریکا دغه خودسرانه ظالمانه قدم داسې امریکایانو اخیستی ده چې د موږ سرمایه یې هلته بنده کړې ده. ګورئ د دې چې راځئ ګورئ مثلا ماشونه صفاته دي هغه پیسې بندې دي، یو غربت راغلی ده، فقر راغلی ده، مشکلات راغلی دي. د هر سړي ګوري دا پیسې خو ګوري اول دی امریکا دې ته فکر کړی وای دا پیسې نه دا کرزی وي، دا پیسې نه ډاکټر غنی وي، دا پیسې نه د امارت اسلامي دي، دا د افغانانو
پیسې دي دا د افغانستان پیسې دي دا د افغانستان امارت اسلامي ته موږ پټان صاحب موږ امارت اسلامي ته نه غواړو موږ افغانانو ته غواړو دا د افغانانو پیسې دي څومره دا باور کیدای شي چې دا پیسې دي بیرته افغانانو ته ورسیږي ګوري پټان صاحب دا بیا داسې سوال ده پټان صاحب ګوري دا باید په هغه ورځ کې دا سوال سنجول شوی وای ستا تاسو وکړو چې کوم وخت کې په قطر کې له دوی سره وکړه کېده پوه شوې او د افغانستان هر څه ورته په لاس ورکول کېدل دا دا په هغه وخت کې باید دا فکر شوی وای نن په داسې توګه باندې عملي نه شو کنه نه هغه ویل چې یو دریمګړی ادرس ته به واکس پرل کیږي یا یو ټول شموله حکومت به رامنځته کیږي اسې خو نه شول طالبان په زور رانه نه وته حکومت یې نه نه تر دې کومه ځای پورې زه خبر یم زه معلومات لرم پټان صاحب دریمګړی ادرس پکې نو طالبانو ته په هوکړه کې د غسل کل سوي طالبانو ته به دی واکس پاري خو خدا سي نو لکه څنګه کم تاسو دلته وسو ځکه چې دوی سره شموله حکومت رامنځته کوي کنه ټول شموله دا پټان صاحب دا ټول شموله نه ده تاسو د مېلمه چې مخته نه وکړه دا ټول شموله دا یو غونګه کلمه ده دا یو غونګه کلمه ده چې دا هیڅوک هم نشي تعریف کولای بیا که څوک تعریف کوي که زه درته تعریف کوم پټان صاحب دا هر سړی د ځان په ګټه تعریفولای مثلا ټول شموله یعنی څه ټول شموله کې د خو په شان باندې صلاته غواړي نو خدا افغان ملت نور نه غواړي هغه شل کاله چې موږ ته کوم رقم حکومتونه جوړ کړي وو پټان صاحب د ما جواب ته کوم توجه هغه شل کاله چې موږ ته کوم حکومتونه جوړ کړي وو هغه خو موږ تاسو ټول لیدلي دي وار وارم په دمیزو کې باس پې کړای ده یو راځي لدی بلا بلو تعریفونو نه بتیر شو فکر کوي د افغانستان ملت ته داسې یو حکومت دی منلو وړ وي چې پاغي کې د الف نتریا ټول رهبری هر څه د طالبانو په لاس کې وي او ټول د ملا صاحبان وي نه دا موږ نه ما نه یو دا موږ نه یو پړان سره دا موږ نه یو موږ داسې یو موږ داسې یو ګوري ټول شموله خو ما د ټول شموله په اړه باندې مخکې درته ویلی چې ګوري که ټول شموله د دې په خوا په شان یای خو په خوا یې موږ شل کاله په ټریلیون او په میلیارډو ډالر دلته مصرف شوي دي دا د ټول شموله لاسته راوړنه وه چې موږ نن موږ نن له داسې فکر سره مخامخ یو چې موږ د موږ په اطرافو کې د موږ په سیمو کې خلک خپل اولادونه خرڅوي دا د ټول شموله چې هغې موږ ته جوړ کړی وو دا هغه وو او راځمه دې ته ګورې موږ دا یایو چې افغانان دي نو د تاسې دا د توماس ویسټ سرګندونې چې دغه لیک کې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ناسم انځور شوی څنګه ارزوي یعنی څه پکې غلط انځور شوی یا څنګه افراط او تفرید پکې شوی اول خبرې څنګه اول ګوري اول خو ما ځکه دغه وخت چې زه په یو پیسو باندې وغږیږم اول دا پکې غلط انځور شوی دي چې دوی دي امریکایان دي امریکایانو خو دا هوکړه لیک په قطر کې لاسلیک کړای ده دوی دي دغه مطابق له امارت اسلامي سره ولار سی په سره کوم چې دوی ورته لاس کړای نن دې نوی شیان دې نه پکې ګوري دلته تاسو اوس امریکا وايي چې موږ غواړو وازی ډیپلوماسي طالبانو سره وکړو دوی وايي چې موږ طالبانو ته ویلی ول چې تاسو به په زور واک ته نه رسیږي کابل ته نه داخلي صحیح ده کابل ته یا واک ته یا قدرت ته یا حکومت بنن نسکوروي دوی په زور راغلل واک تر لاسه کړ همدارس موږ ورته ویلی ول چې تاسو به ټول شموله حکومت رامنځته کوي او دوی بنلی و همدارس ویل شي چې موږ ورته وازی کړی و چې تاسو به د لګکیو د خزو د انجونو د کار کولو د تحصیل کولو حقوق ورکوي نو دا سی و نشول دا خبرې څومره په ځای بولې یا څومره فکر کوي چې حقایق وي نه زه که چیرته امریکایان دغه حقایق بولي لکه دا تاسو یاد وری ورته وکړه دا زه حقایق نه بولم مثلا څه حقایق نه بولم دا سی نه بولم اول طالبان په زور باندې طالبانو ته په زور باندې ټول حکومت نه سپارل شو طالبانو ته پر ځای باندې ټول ولایت سپارل شي زی مثالونه در کوم کابل ته براشو پکتیا پر ازا کابل ته براشو خوست پر ازا ننګرهار پر ازا لغمان پر ازا
کنر فرزا شمال اول شمال را شروع شو شمال ټول فرزا بس ک طالبانو جګړه نکولای فکر کوي چې حکومت دی وړاندیز کړی وای چې راشي ولایت تر اوس پر جګړه خدای شل کال د روان بس بس جګړه خدای شل کال د روان ده بیا اعظم د کابل داخلي دوه تاسو د امریکایانو په هغه کې ورسره داسې راغلي دي تاسو په کابل ته نه داخليږي په دې کې شک نسته دې کې شک نسته چې طالبان تر کومه ځایه پورې چې زه خبر یم ځینې زه معلومات ځینې لرمه د طالبانو هېڅ اراده نه وه چې دوی د کابل ته په زور داخل شي طالبان راغلي وو د کابل شاوخوا پراته وو نه کابل ته نه داخلېدل داسې دلته د واک تشه رامنځته شوه دلته رئیس جمهور له ملکه ولاړ او وزیر دفاع مخکې له رئیس جمهوره وزیر دفاع تښتي وزیر داخله تښتي دا ټول تښتي او دلته د قدرت خلا رامنځته کیږي دلته تا ماته ما لیدلی دي دا د ما د خپلو سترګو لیدلی حال ده چې داسې عسکر ما لیدلی دي چې سړک په سر باندې خپله دریشي کښلې ده او هغه هغه ته پرېښې ده او تللی درې حجې نو دلته دغې خبرې ته دا پړه باید په طالبانو وروانه چولې خبره تکمیله کړم دا پړه باید په هغو ځکه وروانه چول شي چې هغه موږ ته معلومه ده چې هغوی د دغه د کابل میشتو د فشارونو وجې طالبانو باندې فشار راوړڅه چې تاسو راسئ د کابل په کار کې چور شروع ده او تاسو کابل ته داخل شئ که نه وای داخل شوي شاید ډېر مشکلات رامنځته شوي وای نن کم رامنځته شوي خب طالبا در واکنش و گفته های توماس وست میگه که امریکا اگر کمک بشر دوستانه میکنه یالا اگر نه از این موضوع استفاده سیاسی نکنه واقعا ایالات متحده امریکا آل ما را داره از ناخون افگار گرفته و استفاده سیاسی میکنه؟ خوب واضح است که امریکا با روس ما قبلا نگفتم که دو شیطان بزرگ یک تقسیمی را در دنیا دارن یک تعهدی را بین هم سپردن کره آسیا را تا جایی که ما معلومات دارم امریکا تحت نظر داره به هیچ وجه رها کردنی نیست همیال در فضای ما کی میگرده امریکا گزمه داره همیال پاکستان در دست کیست در دست امریکاست یعنی ما از این کار نکنیم که امریکا هیچ قدرتی نداره و هیچ نظری نداره داره نظر امریکا فشار خود ما آورده میتونه هر کار کرده میتونه ولی ما باید یک سلسله این انعطاف پذیری هایی را داشته باشیم که امریکا را و جامعه جهانی را قناعت بتیم که برادر ما به اون سویی که شما میگین ما نیستیم نه کدام تروریسم است و نه کدام برنامه بر علیه کدام مملکت یا ممالک بزرگ است هیچ برنامه‌ای ما نداریم چگونه میتونیم این بهانه تراشی ایالات متحده امریکا را مرفوع بسازیم قناعتشان حاصل کنیم و دیگه بهانه‌ای برشان نمانیم فقط یگانه کاری که باید بکنیم امارت اسلامی زعمای امارت اسلامی به ملت مراجعه کنند علما دانشمندانی که ما در افغانستان داریم اینا را فکر نکنند که اینا خودشان تو بنازم الله کفر هستند بسیار مسلمان های پاک داریم، بسیار سچه مردم داریم افغانستان یک کشور اسلامی است که چند صد سال تاریخ اسلام را در ایجا داره این گفته نمیتونیم که از اون مردم نظر بگیرن، مشوره کنن اگر لوی جرگه را دایر هم نمی کنن حداقل زعمای بزرگی چیز فهم ما را بخواین یک برنامه را توسط از اینا به مشوره از اینا برنامه میگیرن نه به مشوره پاکستان یا انگلستان یا روس یا مملکت دیگه یا چین ما از ممالک بیرونی جز درد سر و درد دیگه چیزی را ارمغان نداریم در واقعیت ایالات متحده امریکا از طالبا چی میخواید؟ بنام ایجاد حکومت همشمول چی میخواید؟ کیها را فکر میکنین که طالبا در قدرت شریک بسازه که پس از او به خواست و فرمایش ایالات متحده امریکا یک حکومت همشمول تشکیل شود همچنان به نام حقوق اقلیت ها، حقوق خانم ها، حقوق دخترها چی را می خواهیم که به این قشرا بته؟ و در ضمن ایالات متحده امریکا را پافشاری داره که هنوز مبارزه علیه تروریسم در افغانستان خاتمه نیافته هنوز تهدیدهای متعدد متوجه دنیاست متوجه متحدین از ایناست، متوجه از ایناست باید علیه تروریسم مبارزه صورت بگیره به این نام چی میخواید به دست بیاره؟
ما خدمتتون عرض کردم که یک درامه ایست که بالای ما تحمیل میشه و تطبیق میشه. هیچ چیزی وجود ندارد. تروریسم کی به میان آورد؟ تروریسم امریکا تأسیس کرده، امریکا به میان آورده. تروریسمی نه در افغانستان بود نه در آسیا بود، از ابتدایی که اساس گذاری شده برای تروریسم خود امریکاست. روس، امریکا، اینا این تروریسم به خاطر آورد که امریکا پایش کشانیده شود از طریق پاکستان به افغانستان، همینطور به آسیای میانه. این برنامه‌های وسیعی داره، اما بان هم گنگ است که امریکا اصلا چی میخواه. اگر مطلبش از همه شمول همون دزدا و دغلا و رهزنایی که قبلا بود او را میخواه، ملت نمیخواه. اینجاست که من میگم که زعمای امارت اسلامی به ملت رجوع کنه، به خاطر اینکه ملت است که قوت دولتی از اینا را نشان میده، به جهان نشان میده، به امریکا نشان میده که این ملت دیگر دزد و دغل و رهزن و کوتاه طریق نمیخواه. ملت مردمان نخبه وطنی و افغانی خود را میخواه. دیگه ملت دو تابعته و دو تذکره‌ای و دو پاسپورته را نمیخواه. ملت کسی را میخواه که واقعا برای ملت در راه اسلام خدمت کنه. این وظیفه امارت اسلامی است که زعما، علما، دانشمندای ما را جمع کنه، مشوره بگیره و با یک هماهنگی کامل یک راهپیمایی بسیار قوی در تمام ولایات تا دنیا بفهمه که ما دیگر دزد و رهزن و قطعات طریق نمیخواییم. این موضوع همه شمول همه شمول یک بهانه است و الا بهانه نباشه. در کابینه از اینا قبلا خب کلش ملاها بود، درست، ولی حال خب میبینیم که اندازه متخصصین محمد رئیس کم و بیش موینای درست تعیین شده. مثلا در 17 ولایت 17 ولی جدید تعیین شد. این اصلاحاتی است که روز اول خود امارت اسلامی اعلام کرد که برادر این موقت است، این برای یک مدت کوتاه است. نه به این که ما بگیم یک حکومتی ساختم که 6 ماه یک سال مثل غنی خائن و مفسد بوری، سرپرستایشان سالها سرپرست بود. به این رقم نیست. فعلا سرپرست یک حکومت سرپرست موقتی است که جای از اینا زوزو تغییر میشه و میبینه که در هر 2 ماه 3 ماه اینا یک تغییرات را به میان میارن. اینا به شرطی که اینا را بگذارن، بودجه را قطع نکنن، کمک های بشری خود را قطع نکنن، برو ما بعد امی کمک بشری خود وظیفه امی جامعه جهانی است که داد میزنه بشر، پس بر علیه بشر قیام میکنن، نه بر علیه طالب، اصلا بر علیه بشر قیام میکنن. ما از طالبان کرام ایره میخواییم که اینی میالیم سر وقت است متوجه شن به می ملت مظلوم خود مراجعه کنن، نه به کشورهای همسایه. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین اکسیر سب. باسب، امریکا واقعا چه غاری؟ دی طول شمول حکومت نه موخ یا هدف چه جوریده ایشی؟ همدار از دی تروریزم پوران دی مبارزی غختن چی کوی؟ چه غاری؟ چنگ مبارزه؟ اوز خود تقریبا په ټول افغانستان کې نسبی امنیت ټینګ ده، هغه د پخوا په شان افغان وژنه بنده ده، سمه ده چې یو ځای نیمځای به انفجار او انتحار وي، اما فضل د خدای تر ډېره پورې امنیت تامین ده. نو دا تروریستان چیرته دي او څنګه اندېښنه لري؟ امریکا څنګه د تروریزم په وړاندې مبارزه غواړي د طالبانو نه؟ دا 20 کاله چې دوی په افغانستان کې حضور درلوده، دا مبارزه ولې تمامه نه شوله؟ ولې تروریزم نابود نه شو؟ اوس طالبان څنګه کولای شي چې د امریکا په خوښه د تروریزم په وړاندې مبارزه وکړي؟ پټان صاحب محترم میلمه ډېرو ښو ټکو ته اشاره وکړه. ګوري، موږ وار وار باندې دلته ویلي دي په دې میزو کې دا تروریزم نه ده، دا او دغه همه شموله حکومت جوړېدل دا شیان، دا ټولې د امریکا بهانې دي چې د افغانستان امارت اسلامي د پاره لټوي. ګورئ، زه تر ډېره حده پورې داسې فکر کوم، او دا به اخر ثابت هم شي چې امریکا ځینې نامشروع غوښتنې لرلې له امارت اسلامي چې هغه دلته ترسره شي په افغانستان کې. اما اوس تر ډېره حده پورې امارت اسلامي له هغو خبرو چې راوتلی ده او هغه نامشروع غوښتنې د امریکا نور سره مني. نو ځکه فکر کوم مقاومت کولای شي. ځکه مقاومت، ګوري، مقاومت دا د افغان ملت پورې اړه لري.
چې افغان ملت څومره مقاومت کولای شي. زه د سیاسي افغان ملت نور مقاومت کولای شي. زه د سیاسي ام پټان سي کتر ډیره هدا پوری کومک دی امریکا هغه نامشروع غوښتنو ته تسلیمیږي نو تر دغه مقاومت ډیر خده ځکه چې هغه نامشروع غوښتنې دغه بم سید له مشکلات سره مخامخ کړي سید وی سید الوګه دا فکر دا بدبختی دا مشکلات دا ټول ستا اما که مقاومت وکړو بل اخر بنړیوال دې ته متوجه کیږي چې نور امریکا ته دا ویي چې نور تاسی تاسی دغه څه غوښتنې چې له افغانانو چلري دا په ښکاره بربنډې ویایي نو د پردې شاته او د پردې شاته او امارت اسلامي دي لکه پخوا چې موږ ویلي دي پټان صاحب که موږ ته چیرې دي شل کلن تیر نظامونه د یغو پر کم بدبختۍ په موږ باندې تبل کیږي امارت اسلامي سره ټول ملت ولاړ ده او دا ملت یې نه غواړي هر رقم مشکلات دا ملت پټان صاحب ځان تېروي طالبان د مهربانۍ وکړي دغه د امریکا نامشروع غوښتنې د ملت ته افشا کړي ودي وایي چې چې ملت هم پوه شي او بالاخره ووایي چې یاره دا لوږه دا تنده دا بیکاري دا بېروزګاري ده دا مشکلات به وزغمو وپیمنو خو دغو نامشروع غوښتنو ته به نه تسلیمېږو ډېر ښه سوال ده موږ په عمارت اسلامي باندې دغه کوو چې هغه ځینې مشکلات چې شل کلن نظامو کې دلته له خلکو سره له ملت سره نه شریکېدل هغه تاسو راواخلئ د ملت سره شریک کړئ او که تاسو له ملت سره شریک کړئ کې امکان لري چې دا بوج هم په تاسو سپک شي هم یې دا ملت در سره پورته کړي دا 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 غیور ملت ته دا مېړنی ولس ته دا دا دلته ډېرې داسې کړنې دي چې طالبان هم دې ته لکه دا څرنګه ګوري اول دغه د لیک په باره باندې دا لیک چې متکسه واستولی ده امریکا ته دا ټول ملت یې ملاتړ کوي دا ډېر ښه ده موږ په ورما مخکې دلته یو باس درلود په هغه کې مې ویلي وو چې په امریکا باندې باید فشار راوړل شي هغه فشارونه د ملل متحد لخوا هغه فشارونه د غټو قدرتو لکه روسیا لکه چین لکه هند په دغو ترکیه په دغو ملکو باندې ته دي ویلی سي اماراتي اسلامي دي دې شي ته ډیر جدي کار وکړي دا په دغه سي هغه باندې نه کیږي صحیح ده موږ دلته سخت بدبخت حالات سره دا ملت مقامک ده سختې بدبختۍ تېروي او دا بدبختۍ ګوري دا بدبختۍ د اماراتي اسلامي دپاره تېروي دا اماراتي اسلامي په ځان منلی چې دا بدبختۍ ورسره تېروي ګوري دا بد حالات په موږ باندې چې تپل سوی ده او یا تپل کیږي د دغو ملکو له خواچه اماراتي اسلامي دې ته جدي کار وکړي او دغه لیک چې استول سوی ده علاوه له دا کافی نه ده کفایت نه کوي پټان صاحب دې علاوه دې نور کار وکړي افغان ملت ته چې د افغان ملت له دې بدبختۍ چې راخلاصي او دا دنیاوال لږ روښانه په دې خبرو باندې پوه شي امریکا یې څه غوښتنې لري دلته اکثر صاحب خب حالا فکر میکنم امارت اسلامی افغانستان هم یک سلسله مسئولیت هایی در قبال ملت افغانستان داره خب سابق اگر سیر بودن یا گرسنه گرم بودن یا به اصطلاح خنک میخوردن یا هر رقم که بودن خب امو مسئولیت خود به جا میکردن که علیه امریکا و زعم خودشان علیه اشغال میجنگیدن اما حال حکومتداری رو به پیش ببرن و دولتداری رو به پیش ببرن و مسئولیت های خود در قبال مردم انجام بده که متاسفانه تا بال چیز در این قبال فکر میکنم از دستشان ساختن نشده ایالات متحده امریکا هم خب میگه که انوز نامای سران از اینا در لست سیای شورای امنیت سازمان ملل است و همچنان خواسته های ما را قبول نکرده موافقت نامه دوهام به شکل کامل عملی نشده و هیچ گونه مشروعیت ملی هم اینا نگرفته از ملت ما چطور میتونیم پولای مردم افغانستان تسلیم از اینا کنیم و همچنان کمک های بشری را گفتن که ما تا وقت که اینا مشروعیت پیدا نکنه و به رسمیت نشناسیم نمیکنیم خب در کل بین دو سنگ مردم افغانستان داره آرد میشه چی باید کرد؟ رای حل چی است؟ چطور میتونه طالبا با جامعه جهانی به یک تعامل برسه و چطور میتونه این مشکلات بکاهه؟ ما فکر میکنم در بین امریکا و افغانستان به خصوص امارت اسلامی
کدام مملکت مخلی وجود داره که اینمی آب خط میکنه و ماهی میگیره. این درک و درایت باید زعمای امارت اسلامی متوجه شوند، دریافت کنند که چه کسی در یک خنگ رواقع کرده که ما را با امریکا درگیر میسازد، در حالی که امریکا بار بار میگه که ما همون تلونی که در دوحه کردیم به اساس از همون پیشرفت میکنیم و روان هستیم. اما اون تلون فهمیده نشد که اصلا چی مقرره بود، چی برنامه بود که اینا بینشان تعهد سپرده شده بود، چرا سکلید، چرا از بین رفت، زمایم پنهانش چی بود. این همه مسائلی است که حتی دید و دیدهای غنی مخفی با قطر، یعنی خود نشاندهنده است که پشت پرده کارهای دیگری روان است، سیاست دیگری در قبال این ملت مظلوم و بیچاره روان است. اما بهترین راه است که امارت اسلامی از این حال شروع کند، با گفته کشورهای بیرونی نکنه، گفتم که به ملت مراجعه کنه، تر هغه وقت پوری چه امارت اسلامی زعما ملت تا مراجعه و نکی دا کار نهل کیگی، راه حل نیلری او همدغسی کریگو سوزیگو او همدغسی خدای نخواسته آینده بیا بیا بل. خب ولی در افغانستان اسلامی امارت ادی اقل دی ملی مشروعیت دی ترلاسه کولو لپاره حتی او هم نکوی، ولی لویه جرگر او نو غختل شوه، ولی بیعت و نشو، ولی انتخابات تو خبر نکی گی سیده که پا انتخاباتو باندی باور و ایمان نلری یا فکر کوی چی دا بلا موضوع دا. نو لویه جرگر خورا بلل ایشی دی افغانستان کلتور و فرهنگ سرسامه یا دی بیعت مسئله دا یا مسئله نور، زما هدف داده چی ادی اقل دا دی بحرانیانو پلمه لمنز لانیشی یا دا پلمه لانیشی. خو مشکلات په امارت اسلامي کې سته، په دې زعماو کې سته. اوس خو موږ د درې میاشتې سوې په دې درې میاشتو کې د وزیر الوزرا کومه کلکه بیانه مون نه ده اورېدلې چې خلکو ته ووایي چې کلکه نه هېڅ خبره یې خلک وایي چې همدغسې بلا برادر کومه داسې قوي وینا نه ده کړې، یا دغه امیر المؤمنین کما خبره نده کړی. خو مخکې خو غنیمت و چې په هغه اول ځل مرحوم ملا عمر یو 15 خبرې خو خلکو ته کوله، خلک مطمئن و چې وایي اوس شی کېږي. اوس په همدې خاطر زه وایم چې زموږ تر منځ کوم لاس شته چې دغه خلک په دې جنجالو کې اخته دي. امارت اسلامي که اوزګار وایي که جنجالونه خپل منځونه کې دوی نه درلودله، تېر شیان به جوړه کړې وای. یو دویم پا دری میاشتی که هیچ کار نکیگی، تاسو گوری شل کالا، ناورین، خرابی، رشوت، رسوایی، خلق واجنه دا شل کالا تیر شو پدری دری میاشتی که خو مشکل رسی دوی خلقان جمع جور کی. زو فکر کم دی افغانستان خلق دیوی معجزی توقع نلری او نبا داسی فکر باندیوی چی دی طولو بی وزګارو لپاره کار پیدا شي او د ټولو لپاره کورونه جوړ شي او بلاکونه جوړ شي او افغانستان ګل ګلزار شي او اروپا خوشان ودان شي. اما ادي اقل د دې ملت خو دومره حق کیږي چې دغه پلان، پروګرام، کړنلاره، برنامه ورته بیان شي چې مثلا زموږ هدف دغه څه ده، د دغې لارې نه به راتلونکی نظام خپل مشروعیت اخلي، زموږ نظام به داوي، بیرغ به مداوي، اساسي قانون به مداسې وي، په دې مسایلو په دې ارزښتونو به بنا وي، د دغو ارزښتونو نه نه تیریږو. بهرنیان زموږ نه دا غواړي، خو زموږ دریز یا پالیسي دا څه ده؟ ادي اقل په دغه تړاو لکه څنګه چې تاسې وویل، متاسفانه په دې درېو میاشتو کې چې دوی په افغانستان کې حاکم دي او وایي چې د دوی ټوله رهبري په افغانستان کې ده، د امیر المؤمنین غږ چا نه ده اورېدلی، د ده یو تصویر چا نه ده لیدلی، یوه ویډیو یې چا نه ده لیدلې په دې یویشتم قرن کې. نو خلک به څنګه مطمئنه شي، څنګه به هیلې ورته پیدا شي، څنګه به بالاخره دوی تشویشونه رفع شي؟ لکه څنګه مو چې وویل، رئیس الوزرا خلکو ډېرې غوښتنې وکړلې چې ادې اقل د رئیس الوزرا د یوه لنډه وینا وکړي. حتی ځینو خو په فیسبوکونو کې داسې هم لیکلي ویل چې که بل څه نه شي کولی، یو اذان دې وکړي، صحیح، یا دې یو تلاوت وکړي. نو کله چې داسې یو مبهم وضعیت حاکم وي،
بیا فکر نکوي چې د ستونزي او اندېخني به ورځ تر بلې مخ پډيري دوی دا خو واقع واضح ده چې ورځ په ورځ وضع خرابي کې ځکه چې مخکې مې عرض وکړ چې دوی د خلکو په هوسایي باندې کوم توجه نه ده کړی فقط ځینې مهري دي چې دوی خپل منځونه کې رد و بدل کړي ده او بس خلاص اما نه باید چې دوی دغه ته متوجه شوی وای صرف په دې اوضوع باندې کار روان ده څه رقم کار روان ده یو پنځه شرکت یا پنځه تجار چې پاتې دي همدغه پسې دانګ اخیستي دي چې هله پنځه روپۍ ته قرضدار دی فلانی ته فلانی نه و اونجې دي چې دوی اعلان وکړي چې حقوقي مسایل بند دی حوزه خو هیڅ حق نه لري د حقوقي په مسایلو باندې خلک پسې مندې وایي خو خلک ځوروي صرف په دې اوضوع باندې دغسې کار روان ده بنیادین کار چیه باید امارت اسلامی بودی و بنیادی کار بندی من پتا نیدی دیر مننه اکثیر سب سلامت واسوی بس سب کچیر تا دی افغانستان اسلامی امارت کرد ننه به اصطلاح دی خلق ملاتر را خپل کی یا دا ملاتر را دیر کی ملی مشروعیت ترلاسه کی خلقو تا داد و اطمینان ور کی چه راترون که و انشاءالله خدا څومره فکر کولای شي چې څومره کېدای شي چې باندینې ستونزې هوارې کې یا دنیا ورسره تعامل وکړي یا دنیا په اصطلاح دوی په رسمیت وپېژني په دې بابت تاسې څه وایاست؟ زه داسې یایم پټان راځئ هر شي ته به په منفي نظر نه پوه راځئ ګورئ او بل یوه خبره ده موږ تاسې دلته 45 کلن جنگ تیر سوی دی وطن پنځه څلوېښت کاله بدبختۍ تیرې سوي دي پنځه څلوېښت کاله کې ابر قدرتونه مات سوي دي دلته په دې وطن کې ګورئ نو دا به موږ تاسې په یوه میاشت دوه میاشتو درې میاشتو کې به یې ګلې ګلزار نه غواړو په دې درې میاشتو کې مو عادي اقل د یو مشر داسې وینا داسې برنامه او کړنلار او راځم د بجټ پټان سر ګوري موږ به خلق بنا امیدوار کوونه ها نو امید دی ګناه صحیح راځي خلق ته داسې ویایو سی اول په امارت اسلامي باندې ما په وار باندې ویل دي په امارت اسلامي باندې نیوکه سالمه نیوکه دا د هر افغان حق ده او باید وي کی ځکه چې دوی هم دایای تر ډېره حده پورې زه ځینې خبر یم دوی خلک ور غواړي مدني فعالین ور غواړي ټولنې ور غواړي هغوی ته دایای سي وښیي موږ ته کېدای سي ځینې شیان یې پیغو باندې موږ نه پیغو تاسې هلته وښیي دوی دایای نو زه دایایم ګوري راځئ منفي نظر به هر شي ته نه ګورو راځئ یو خو موږ په امارت اسلامي باندې په وار باندې دا غږ کړی ده چې په افغانستان کې قحط او رجال نه ده افغانستان ډېر ښه قدرونه لري افغانستان کې ډېر ښه داسې خلک شته چې یغو هېڅ وخت هم نه دي چا هغه کړی ده د چا مزدور پاته سوي دي نه په چا پورې تړلي دي نه یې د چا غلامي کړې ده دلته په دې وطن کې ناست دي په دې وطن کې ناست دي عمارت اسلامي دي عمارت اسلامي دي د هغوی چې د ګټه واخلي پټان صاحب تاسو وویل چې خلک به نه ناامیده کوو خلکو ته به داسې منفي خبرې نه کوو مهرباني یو څه مثبتې خبرې وکړئ مثبتې خبرې ترسره شوي مثبتې درته کوم دلته تاسو میلمه ځینې سوالونه وکړه ګورئ د امیر المؤمنین له خوا چې دوه درې بیانې راغلي دي له کنداره چې ښې برنامې دي هر څه یې ویلي دي هر څه یې کې غږ نه ده اورېدلی غږ نه ده اورېدلی خو هغه څه چې طالبان امارت اسلامي دي دلو خولې چې ویلي دي هغه کالې کورینځه دي داسې بیانې خو هغه وخت چې ملا عمر مجاهد وفات شوی و داسې بیانې راوتلې دي هغه له نقله یعنی زه څه یایم پټان صاحب سی راځي موږ تاسې اوس بس په ډېرې موږ تاسې ونې نه شمارو نه بس ونې به په خپل ځای پرېږدو مانه خرو زه داسې وایم چې
اوس یو وشتم قرن ده دغست اوس رسنۍ دي دغست انټرنیټ ده ټکنالوژي ده اوس په ډیر کم وخت کې او په ډیر اسانۍ سره کولای شو خپل پیغام د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسو دا د دې دغه زوریدلی بیچاره کړیدلی په تشویش کې اخته ولس د اطمینان لپاره مناسب نه بولی چې امیرالمؤمنین دی اورز راوزی داګیز دي شي او وینا دی وکي او خلکو ته د اطمینان ورکي او د دې روانو ستونزو په تړاو د خپل خبري ولري یا رئیس الوزرا د خپل خبري وکي او یو بیا او بیانیه دی ورکي او د رسنۍ سره د مرکه وکي د کی به څه ګناوی مناسبه معافی کندر سره پټان څه کې دی هیڅ خطا نشته مناسبه ده مناسبه ده خو موږ دلته ګوري دلته ځینې شیانو ته باید موږ تاسو متوجه اوسو همیشه یو خو د طالبانو دغه اداره سي ده د راتروسه موقع د اداره ده د راتروسه په دې باندې موږ تاسو باید کینات کړی یا پیدلی یو چې دا موقعه اداره ده اداره کې روانه ده چې د هیواد مشران خلکو ته اطمینان ورکړي ولی کوي ګوري ګوري متکی صاحب دا خبرې کوي مجاهد صاحب یې کوي تر ډېره حده پورې نور ویان ویان چې یو باور وي دا یو ویان دا د په یو وزارت کې موین ده یا په اصطلاح د طالبانو ویان ده صحیح ده نو زه دلته دا یایم ګوري مجاهد صاحب باید موږ سره په دې میزو موږ دلته تشریف راوړي د طالبانو استازیتوب وکړي دا څنګه او د تاسې اندېښنو ته ځواب ووایي دغسې ده خو ګورئ زه دا یایم پټان صاحب ما سیا مخکې درته وویلي چې راځئ خلکو ته به ناامیندي نه ورکوو نو په ځای امید ورکړه چې موږ هم خوشحاله شو امیندوار دا ده ګوري لکه ما چې مخکې درته وویلي چې موږ تاسې به په دوو درېو میاشتو کې هر څه ګولي ګلزار نه غواړو راځئ لږ انتظار وکړو خلک دې د لوږې نه مري خلک دې د خپلې کورنۍ غړي یا د زړه ټوټې یا خپل اولادونه د لوږې او بیچارهګۍ نه خرڅوي ما مخکې وویلې چې موږ دې په دې درې میاشتو کې د افغانستان نه د اروپا په شان د جوړېدو تمه نه لرو اما من غوايو چې ادي اقل خلک دي د لوګي نه نمري خلکو ته د اطمینان ورکړل شي چې خلک په اصطلاح د افغانستان نه ونه تختی هر ورځ زرګونه ځوانان زرګونه کډرونه لوستي خلک د دې هیواد نه تختی الته وهل کیږي ډبول کیږي بې عزت کیږي وژل کیږي په زندانونو کې اچول کیږي یخی هوا ته بربند درول کیږي یخی اوبه پی اچول کیږي بس دلته خلک ډیر بد وضعیت سره لاس او غریبان دي دا ټول زوینم دا ټول ما ویل دي پټان صاحب زه په دې کې هیڅ شک نشته مشکلات او موږ چی شي ته ولې دي کې هیڅ شک نشته مشکلات دا مگر ګوري راځي زه دا درته یایم پټان صاحب سره راځي موږ تاسو هغه سالم نه سالم نه وکه په امارت اسلامي باندې وکو چې لا هغه چې دوی مستفید شي او موږ ته هم ګټه ورسي هغه دا نه دا چې نه دا زه دا یایم چې که چېرته موږ تاسې ټول هغه په دغه هغه یي چې موږ تاسې په دې باندې هغه سو چې دا تښتي او دا هاد او دا نو له موږ چې به هغه سالمه نیوکه چې موږ په عمارت اسلامي ته او روم څه غواړي چې عمارت اسلامي ته ځینې خبرو باندې هغه وروکړو چې عمارت اسلامي هغه ته متوجه شي ګوري زه دا یایم یوه خبره ګوري راځي امارت اسلامي ته دا ویایو چې موږ له تاسې چا رین ښکارا او رښتینی سیاست غواړو د افغانانو دپاره ویلو به وي د دنیا سره یې ولوبه وي ښکارا یې ولوبه وي موږ ملاتړ کوو که په هر حالات د موږ ملاتړ کوو مګر سیاست د تاسې سیاست باید په ملي ګټو باندې راوڅرخیږي په یوه صورت کې تاسو له یو بل چا سره دی هغوی په ګټو باندې هغه پیسې اول دي موږ تاسو خپلې ملي ګټې په کې رانغښتي بیا به موږ له نورو سره د یو ګټو سیاست په مخه قومي مشر او د سیاسي چارو څېړونکي او ښاغلی انجینر ولی محمد اکسیر قومي مشر او د سیاسي چارو څېړونکي چې زموږ بلنه مو منله په پاسپورت سره باندې واخیسته مننه قدرمن لیدونکو د تاسو ته ملتیا هم نړۍ مننه